دوستان سلام من مونا هستم و این سی و سومین اپیزود از پادکست بیوگرافی و چهارمین قسمت از مجموعه سریالی رویای ناتمام کاملوته در این قسمت قصد دارم تا داستان زندگی زیباترین و شیکپوشترین بانوی اول آمریکا رو براتون تعریف کنم اما قبل از اون سال نوتون مبارک امیدوارم که یه سالی پر از سلامتی و برکت و لبخند داشته باشین. ببخشین که من یکم قیبتم طولانی شد راستش اومیکرون گرفته بودم اصلا صدام در نمی اومد. حالا امیدوارم که امروز همه چی خوب پیش بره و صدام براتون خیلی آزار دهنده نباشه. خب اول یه نکته درباره این قسمت بگم. ایشون اسمش ژاکلین بوده اما همه همیشه جکی صداش میکردن. طبیعتا ما هم همین کارو میکنیم. رئیس جمهور کندی هم درسته که اسم شناسنامه ایش جان بوده اما همه همیشه جک صداش میکردن. جک اسم دوران کودکیش نبوده. اسمش بوده. پس ما هم اینجا برای روانتر شدن داستان و راستش کلن برای خوشگلی با همون جک و جکی میریم جلو. نکته دوم. چند هفته پیش من یه مصاحبه داشتم با گروه ایزی پادکست که گفتگوی خیلی خوبی بود سوالا و انتقادایی هم مطرح شد درباره پادکست که ممکنه که برای شما مطرح باشه پس لینک مصاحبه رو میذارم در بخش توضیحات اگر دوست داشتین میتونین اونم گوش بدین و البته میدونم که لازم نیست بهتون یادآوری کنم که همه ها رو میتونید در اینستاگرام بیوگرافی و همه آهنگ‌ها رو در تلگرام بیوگرافی پیدا کنید خب دیگه بریم سراغ داستان جک و جنت بوویه پدر و مادر جکی کاملا نقطه مقابل هم بودن جک بوویه سرخوش و شیطون و آزاد بود اما جنت یه زن خشک و اساقورت داده و خیلی جدی بود. اما با همه این اوصاف اینا در دو چیز عین هم بودن. اول طبقه اجتماعی خیلی بالا و دوم اینکه هر دوی اونا از خانواده های پولداری اومده بودن که درباره اصل و نصبشون دروغ میگفتن. فامیل قبل از ازدواج جنت لی بود. اونا دست جمعی وانمود میکردن که از نواده های یه جنرال خیلی مهم قدیمی هن به اسم رابرت ایلی. اما اصلا هم اینطور نبود. در واقع اجداد این خانواده لی در دوران قحطی وحشتناک ایرلند به آمریکا مهاجرت کرده بودند. در اون زمان مردم آمریکا اصلا از این مهاجرای پروتستان ایرلندی که دسته دسته با انواع و اقسام مریضی های عجیب و غریب تو ساحل دنیای جدید از کشتی پیاده می شدن دل خوشی نداشتن. به همین دلیل خانواده لی فکر کردن که خب حالا که فامیلیشون واقعا لیه بیان بگن که از نواده های اون جنرالن که بتونن خودشون رو توی جامعه آمریکایی جا کنن که البته استراتژی موفقی هم از آب در اومد. از طرف دیگه. خانواده بوویه ادعا میکردن که از نواده های اشراف فرانسوی و جد آبادشون رفیق گرمابه و گلستان ناپل اون بودن. اما خب طبیعتا اینم واقعی نبود. با همه این توصیفات ازدواج این دو نفر اصلا خوب از آب در نیومد. جنت خیلی مبادی آداب بود و باور داشت که مهم نیست که تو چقدر پول داری. بازم باید درست و با دقت خرجش کنی. اما برعکس جک بوویه قمارباز و دائم الخمر و خانم باز بود. اون حتی یک لحظه به عواقب کاری که میخواست بکنه فکر نمیکرد. اون همیشه آبروریزی به بار می آورد تا جایی که معروف شده بود به بلک جک. کار به جایی رسید که توی سال چهل مجله دیلی میل یه مقاله درباره جک و سبک زندگیش نوشت و تازه یه چند تا عکس هم از چند تا از معشوقه هاش چاپ کرد و خلاصه دیگه حسابی آبروریزی ریزی شد. خب این دیگه ضربه آخر بود. جنت توی همون سال از جک بوویه طلاق گرفت. جکی کوچولو اون موقع تازه ده سالش بود. این بدترین اتفاقی بود که میتونست براش بیفته. آخه جکی از اولم به پدرش خیلی نزدیک بود. جک بوویه درسته که شوهر افتضاحی بود اما پدر خوب و مهربونی بود. اونا کلی با هم خوش میگذروندن. جک بوویه هر یه شنبه بدون استثنا جکی و خواهرش رو برای بستنی خوردن با خودش میبرد بیرون. هر از چندگاهی با یه شام درست و حسابی توی یه رستوران فوقالعاده سورپرایزشون میکرد و حتی با وجود مخالفت جنت گهگدار جکی رو با خودش به مسابقه های سوارکاری و بوکس میبرد. جکی اما با مادرش خیلی کنار نمی اومد. برای اینکه جنت مدام بهش گیر میداد و قور میزد. جکی موهات درست کن. جکی دست و پا چرا انقدر گندن؟ دختر چرا انقدر کتاب می خونی. بچه خود جمع جور کن چرا قوز کردی؟ جنت مهمترین هدف زندگیش این بود که دختراشو تبدیل به خانمای محترمی بکنه که بتونن به سادگی با یه خانواده پولدار ازدواج کنند. البته این درس ها فقط در حد تئوری باقی نموندن. خیلی طول نکشید که خود جنت با شوهر دومش هیودی آکین کلاس وارث ثروت باور نکردنی یک کمپانی نفتی ازدواج کرد. این شوهر جدید کاملا برعکس جک بوویه بود. این یکی دیگه انقدر کسالت آور بود که همه اونو به یه شیشه کلروفرم تشبیه میکردن. اما اینا اصلا مهم نبود. هیو بلیت طلایی جنت برای رسیدن به بالاترین سطح جامعه پولدارای آمریکا بود. وقتی که جک 15 سالش شد، مادرشونو فرستاد به مدرسه میس پورتر. مدرسه که هدفش این بود که از دخترای جوون همسرای بینقص بسازه. دخترها اینجا درس اتیکت و میزبانی مهمونای مهم و رقص و اینجور چیزا رو یاد می گرفتن. اما جکی اصلا از اینجور کارا خوشش نمی اومد. اون میدونست که توی این دنیا چیزای خیلی مهمتر از این کارا وجود داره. اینطوری بود که همون آخر سال در جواب سوال بزرگترین آرزوت برای آینده چیه درست وسط کتاب سال مدرسه بدون توجه به میزپورتر پورتر بیچاره وحشت زده نوشت یه همسر خونه دار نشدن. خب، الان تابستون 1945. جکی به زور مادرش توی یه مهمونی شرکت کرده. تا الان اون دیگه فهمیده که هیچ راه دیگه ای وجود نداره. اگر دلش میخواد که توی همون طبقه ای که به دنیا اومده بمونه باید یه شوهر پولدار پیدا کنه. هر چه زودتر بهتر. مهمترین دلیلش هم اینه که بر اساس وصیت نامه پدر خوندش، هیچ پولی به جکی و خواهرش نمیرسه. جک بووی هم که با اون زندگی که داره بعیده که پولی برای کسی باقی بذاره. مادرش گفته بود که این مهمونی فرصت خوبیه که درسایی که توی مدرسه میسپورتر یاد گرفته بود و تمرین کنه. الان یه نیم ساعتی هست که یه دانشجوی خوشقیافه ی هاروارد داره یه ضرب درباره کتابی که این اواخر درباره فرانسه در جنگ جهانی دوم خونده حرف میزنه. وسط حرفاش هم کلی کلمه های فرانسوی میندازه که مثلا بگه من خیلی باسوادم. اما جکی که در واقع به فرانسه مسلطه نه تنها قلط های طرف رو به روش نمیاره بلکه فقط میگه آها چه جالب. به هر حال بر اساس قانون اول مدرسه هدف کلی این مکالمه این بود که اون مرد جوان احساس کنه که از جکی باهوشتره. و با اما قانون دوم تا اونجایی که میتونی آروم و لطیف حرف بزن. انقدر لطیف که اون طرف اصلا به ذهنشم خطور نکنه که تو نه تنها به فرانسوی بلکه به ایتالیایی و اسپانیایی و آلمانی هم مسلطی. به هر حال زمان همینطور گذشت و جکی بیچاره تمام تلاش خودش رو کرد تا جایی که میتونه هوش و ذکاوتش رو پنهان کنه تا شاید بتونه یه شوهر پیدا کنه. اما خب اوضاع اصلا خوب پیش نمیرفت و اون 22 ساله شد. اینجا بود که بعد از تموم کردن کالج تصمیم گرفت بره برای خودش یه زندگی بسازه. پس توی مسابقه ای که مجله ووگ هر سال برگزار میکرد شرکت کرد. جکی 6 تا مقاله براشون فرستاد و از بین کلی شرکت کننده نفر اول شد. مجله ووگ هر سال برنده مسابقه رو برای 6 ماه به نیویورک و 6 ماه هم به پاریس میفرستاد. همون روز اول رئیس ادیتورای مجله بدون اینکه سرش رو بیاره بالا از بالای عینکش یه نگاهی به جکی انداخت و گفت که دختر تو چند سالته؟ جکی جواب داد 22. اون به جکی گفت که ببین تو دختر باهوشی به نظر میرسی. اگر که میخوای ازدواج کنی همین الان باید برگردی خونه. دیگه برای تو خیلی دیر شده. اگر بخوای وارد برنامه بشی تا یک سال دیگه که برگردی خونه دیگه هیچ شانسی برای ازدواج نداری. اینطوری بود که اون افسرده و ناراحت و دست از پا درازتر برگشت خونه. چند ماه بعد اون یه مرد جوونی رو ملاقات کرد به اسم جان هیوستد که توی بازار سهام کار میکرد. به هر حال با وجودی که این جان نماد کامل همه اون چیزایی بود که جکی ازشون فرار میکرد اما به هر حال به درخواست ازدواج اون جواب مثبت داد و خبر نامزدیشون حتی توی نیویورک تایمز چاپ شد. اما هر روز که میگذشت اون حلقه دور انگشتش انگار که دور گردنش بود و داشت خفش میکرد. پس یه روز که جان قرار بود برای یه کاری به نیویورک بره، جکی همراهش به فرودگاه رفت و لحظه خداحافظی اونو در آغوش گرفت و حلقه رو یواشکی انداخت توی جیب پالتوش. جان البته متوجه شد، اما به روی خودش نیاورد و خداحافظی کرد و رفت. حالا بدون اون حلقه انگار که اون دوباره خودش شده بود. حالا دوباره زندگیش مال خود خودش بود. از طرف دیگه در همین زمان جانف کندی جوون داره سعی میکنه تا وارد مجلس نمایندگان بشه. جالبه که در کمال تعجب همه حتی پدر خودش با اختلاف زیادی برنده انتخابات شد. حالا رویای پدرش برای رسیدن به کاخ سفید که با مرگ جوزف به نظر می رسید که به باد رفته دوباره زنده شده بود. از همون روز اولم برنامه اونا رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بود. خانواده کندی میدونستند که باید خیلی درست و با برنامه جلو برن. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما یه مشکلی وجود داشت. برای اینکه مردم به جک اعتماد کنن و در صحنه سیاست جدی گرفته بشه، باید ازدواج میکرد. ظاهر مرد خانواده خیلی خیلی براشون ضروری بود. اما خب جک اصلا آدم ازدواج کردن نبود. توی دهه چهل و اوایل پنجاه اون با کهکشانی از ستاره های هالیوودی قرار گذاشته بود. کسایی مثل جون کرافورد، لانا ترنر، هیدی لامارز، سوزان هیورد اما خب هیچ کدوم از این خانمای بینظیر موفق نشده بودن که برای مدت طولانی اونو برای خودشون کنن. اما تو سال 52 به نظر می رسید که دیگه واقعاً باید دست از این بازی ها برداره. شب هشتم می همون سال یه بعد از ظهر خونک بهاری بود. جک سی و سه ساله از پله های خونه دوستاش خانم آقای بارتس بالا رفت و قبل از اینکه زنگ در رو بزنه یه لحظه وایساد. اون میدونست که یه مهمونی شام تو خونه بارتسا هیچ وقت فقط یه مهمونی شام عادی نیست. چارلی و مارتا سرگرمی مورد علاقهشون پیدا کردن زوج برای دوستای مجردشون بود. جک مطمئن بود که الان کنار یه خانم جوون میشوننش و ازش انتظار دارن که توی تمام طول مهمونی باش حرف بزنه. و خب البته ما میدونیم که جک وقتی پای خانما در میون بود ترجیح میداد که از این مرحله بپره. به هر صورت وقتی که وارد شد دید که صندلیشو کنار یه خانم جوون قهوه‌ای زیبا قرار دادن. اونا شروع کردن به حرف زدن. اما یک کمی که گذشت، اصلا حرفاشون یه مکالمه خشک و رسمی نبود. هر بار که جک از یه کتابی که تازه خریده بود میگفت، جکی قبلا اونو خونده بود. اگر جکی شوخی میکرد، جکی بهترش رو تو آستینش داشت. آروم آروم این دیگه فقط یه مکالمه نبود. انگاری که اونا داشتن با هم میرقصیدن. به هر حال آخر همون مهمونی جک جکی رو به یه قرار عاشقانه واقعی دعوت کرد. توی همون زمانی که اونا با هم قرار میذاشتن جک در حال کمپین برای انتخابات مجلس سنا بود. توی این مدت جکی متوجه شده بود که این آدم اصلا آدم ازدواج نیست. اما جکی تصمیم خودش رو گرفته بود. اون با خودش فکر می کرد که اگر هیچ راهی بجز همسر کسی شدن نداره ترجیح میده که خانم کندی باشه. و البته برای جکی کاملا واضح بود که فقط در یک حالت جک ازش درخواست ازدواج میکرد. اونم برنده شدن توی همین انتخابات بود. چون به هر حال راه دیگه ای نداشت. بالاخره جک با سختی زیاد اون انتخابات هم برنده شد. اما به جای درخواست ازدواج از جکی شروع کرد به قرار گذاشتن با یه بازیگر دیگه. اینجا بود که جنت یه نصیحت خوبی به دخترش کرد. دیگه بسته. بهترین کار اینه که تا جایی که میتونی از این دور بشی. پس جکی که حالا برای خودش یه ستون توی مجله نیویورک تایمز هرولد داشت، به پیشنهاد مادرش به انگلیس رفت تا از مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت گزارش تهیه کنه. همون روز بعد از ظهر، جکی که از تمام ماجراهای تاریخی اون روز حسابی هیجان زده و همزمان خسته بود، توی اتاقش نشسته بود که تلفن زنگ زد. با وجودی که کیفیت تماس خیلی پایین بود اما جکی به سادگی میتونست لحجه بستونی جک رو تشخیص بده. جک بهش گفت که دلش براش تنگ شده و همونجا پشت تلفن ازش درخواست ازدواج کرد و البته جکی هم قبول کرد. اما خب جکی به زودی متوجه میشه که وادار کردن آقای کندی به ازدواج بخش آسون کار بوده. همسرش بودن کار خیلی سختتریه. 12 سپتامبر 1953 کلیسای سنت مری رودایلند ژاکلین بوویه داره میره تا با سناتور جانف کندی ازدواج کنه اون در حالی که یه دسته گل زیبا از ارکیده های سفید و صورتی دستش گرفته با نگرانی پیرهنش رو صاف میکنه لباس زیبای اون از 50 متر پارچه ابریشم دوخته شده اما جکی حس خیلی بدی داره همه بهش میگفتن که امروز قرار بهترین روز زندگیش باشه. اما تا اینجاش که اصلا اینطوری نبوده. در واقع به محض اینکه جکی درخواست ازدواج رو قبول کرد، پدر جک کنترل همه چیزو به دست گرفت. به هر حال برای اون این مراسم یه مرحله خیلی مهم برای حرفه سیاسی جک بود. جو سینیور اصلا به این اهمیت نمیداد که جکی چی دلش میخواد. این مراسم فقط شبیه یه مراسم ازدواج بود اما در واقع یه بخش خیلی مهمی از کمپین انتخاباتی خانواده کندی بود. پس در حالی که جکی یه مراسم کوچیک و خصوصی با نزدیکترین دوستان میخواست پدر جک 600 تا دیپلمات و سناتور دعوت کرد. در حالی که جکی یه لباس ساده و مدرن مثل همونایی که تو پاریس دیده بود میخواست جو مجبورش کرد که یه لباس سنتی بپوشه. جکی از تک تک اینا متنفر بود. به هر حال بعد از مراسم و البته ماه اونا برگشتن به قصر خانواده کندی. و البته درسته که جکی هیچ وقت دلش نمیخواست که یه خانم خوندار سنتی باشه اما خب طبیعتا با خودش فکر کرده بود که اونا الان قراره برای خودشون حداقل یه خونه بگیرن و زندگیشون رو شروع کنن. اما جک اصلا همچین برنامه ای نداشت. برنامه جک این بود تا جکی رو پیش پدر و مادر خودش توی شهرشون تنها بذاره و بعدش هم تنهایی برای کار بره واشنگتن. جکی طبیعتا اولش مخالفت کرد اما خب اون هیچ شانسی نداشت. فقط چند روز بعد اون خودش رو تنها توی قصر بزرگ کندیا پیدا کرد. در حالی که جک به هر چیزی که میخواست رسیده بود. اون میتونست از زندگی مجردیش توی واشنگتن لذت ببره و یه همسری هم داشت که هر وقتی که لازم میشد میتونست به رسانه ها نشونش بده. جکی واقعا تلاش کرد که این وضعیت رو درست کنه. اما کلا جک هیچ اهمیتی به اون نمیداد. یه کمی بعد که جک کمرشو عمل کرد جکی شب و روز ازش پرستاری کرد. خلاصه ماه ها به همین ترتیب گذشت. جکی مدام تلاش میکرد و جک هیچ تغییری نمیکرد. بالاخره یه روز که جکی بعد از از دست دادن اولین بچهش توی بیمارستان چشماشو باز کرد و هر چی که گشت جک و اونجا پیدا نکرد دیگه همه چیز براش تموم شد. این بار دیگه حتی جنتم که عاشق جک یا به عبارت بهتر پولای جک بود باور داشت که دیگه کافیه. اونا باید از هم جدا بشن. خب خیلی واضحه که یه طلاق اینجوری چه ضربه‌ای به حرفه و تصویر سناتور جوون بلند پرواز وارد میکرد. جکی میدونست که اگر از جک جدا بشه همه حرفه سیاسی که اون تمام عمرش ذره ذره ساخته بود از بین میره. اما جالبترین بخش ماجرا اینجاست که حتی وقتی بحث طلاق مطرح میشه بازم جک هیچ کاری نکرد. واکنش اون فقط بی مطلق بود. در عوض پدرش که متوجه اضطراری بودن اوضاع شده بود پیشنهادی به جکی داد که نمیتونست رد کنه. جوسینیور بهش پیشنهاد داد تا در عوض یک میلیون دلار با پسرش بمونه. به هر صورت خانم کندی پیشنهاد رو قبول کرد و موند. و البته این به جوسینیور این فرصت رو داد تا حرکت بزرگ و اصلی رو شروع کنه. پس کمپین ریاست جمهوری کلید خورد. در همین زمان اونا یه خونه برای خودشون گرفتن. پس در حالی که جک هر روز یا در حال برنامه ریزی برای حرکت بعدی کمپین ریاست جمهوریش بود یا سرگرم ملاقات با معشوقه های متعددش جکی سرشو به دکور کردن خونه گرم کرد به خصوص اتاق بچه طبقه بالا. چند ماه بعد کرولاین به دنیا اومد. سالم و زیبا. الان 26 سپتامبر 1960 جک کندی روی صحنه استودیو شبکه CBS نشسته. اون یک کت و شلوار تیره و مرتب پوشیده و موهاش بی‌نقصن. امشب شب خیلی مهمیه. این اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری تاریخه. تلویزیون هنوزم یه رسانه نسبتا جدیده و جک میخواد که از این فرصت نهایت استفاده رو ببره. واقعیت اینه که جک دست پایین رو توی این انتخابات داره. درسته که اون یه مدتی سناتور بوده. اما رقیبش ریچارد نیکسون برای دو دوره معاون رئیس جمهور بوده و نقش خیلی مهمتری توی دنیای سیاست داشته. جک میدونه که باید این مناظره رو ببره تا بتونه برنده بشه. تا مردم بفهمن که اون انقدر خوب هست که بتونه نقش رئیس جمهور رو به عهده بگیره. پس روش همیشه رو پیش گرفت. تحقیق درست و حسابی و دقت به جزئیات. اون چند روز زودتر به شیکاگو پرواز کرد تا با تهیه کننده برنامه صحبت کنه و همه سوالاشو بپرسه. و البته که از اون ملاقات با یه لیست بلند بالا از کارهایی که برای خوب ظاهر شدن توی تلویزیون باید انجام بده بیرون اومد. نکته شماره یک کت و شلوار تیره بپوش چون که پس زمینه روشنه تا خوب توی چشم بیای. دوم ظاهر مهمه یادت نره که آفتاب سوخته و مرتب باشی. سوم مردم دوست دارن که احساس کنن که داری با اونا حرف میزنی. پس به دوربین نگاه کن. اما توی روز موعود نیکسون هیچ کدوم از این کارا رو نکرده بود. اون یه کت و شلوار روشن پوشیده بود. آرایشش تقریبا بلافاصله زیر نور پروژکتورهای صحنه شروع کرد به ذوب شدن و طبیعتا موقعی صحبت کردن اون به خبرنگارا و مردمی که توی سالن بودن و داشتن ازش سوال میپرسیدن نگاه میکرد. این طوری بود که هفتاد میلیون نفری که داشتن از خونه اونا رو نگاه میکردن نیکسون و یه پیرمرد خسته و بیرمق دیدن که هی بیخود این ورون ور رو نگاه میکنه و عرقاشو پاک میکنه اون بدون اعتماد به نفس و غیر قابل اعتماد به نظر رسید الان صبح نهم نوامبر 1960 جکی با لباس خوابش یه کتی که همینجوری با عجله روش پوشیده داره توی ساحل قدم میزنه. سوز سردی میاد و اون کتشو محکم به خودش پیچیده. دیشب شب خیلی سختی بود. موقع شمارش آرا اول نیکسون میافتاد جلو بعد جک. دوباره نیکسون. دوباره جک. رقابت خیلی نزدیک بود. اما بالاخره ساعت 9 صبح نتیجه نهایی معلوم شد. جک برنده شده بود. همون موقع که جک از در جلویی خونه رفت بیرون تا با خبرنگارا که بیرون خونه منتظرش بودن صحبت کنه جکی از در پشتی زد بیرون حالا اون غرق در افکار خودش داره توی ساحل قدم میزنه واقعیت اینه که اون اصلا فکرشم نمیکرد که جک بتونه توی همین بار اول برنده بشه جکی از دور صدای خانواده کندی رو شنید که داشتن برای گرفتن عکس دست جمعی آماده می شدن. این مهمترین روز زندگی همه ای اونا بود. اونا بالاخره بعد از کلی دردسر و مشکل به بزرگترین هدفشون رسیده بودن. یه کمی قبل از رفتن به کاخ سفید، بالاخره پسر کوچولوشون جانم به دنیا اومد. بعد از وارد شدن به کاخ، با اینکه جکی خسته و ضعیف بود، اما بازم نمیتونست به این فکر نکنه که اینجا شبیه خرابه در هم برهمه. فرشا پاره و پرده ها خاک گرفته بودن و دیوارا پر لک بود. کاخ سفید اولش قرار بود که فقط یه خونه باشه. اما در طول سالها تبدیل شده بود به یه دفتر کار که ساکنینش همونجا هم میخوابیدن. پس جکی بلا فاصله آستیناشو زد بالا و شروع کرد به سر و سامون دادن به اون افتضاح. جکی تصمیم گرفته بود که این ویرانه رو تبدیل بکنه به یه خونه برای رئیس جمهور و خانوادهش و در کنار اون به یه موزه برای مردم آمریکا تا بتونن بیان و اونجا رو ببینن و به دموکراسیشون افتخار کنن. بالاخره یک سال بعد اون آماده بود که نتیجه همه رو به دنیا نشون بده. تو روز 15 ژانویه 1962 جکی یه گروه فیلمبرداری رو به کاخ دعوت کرد. شاید به نظر من و شما حرکت مسخره و بی اهمیتی بیاد. اما وقتی که برنامه توی تلویزیون پخش شد، 46 میلیون نفر برنامه رو تماشا کردن. اون روز واقعا یه روز تاریخی شد. مردم همیشه جکی رو دوست داشتن. اما حالا دیگه اونو می میپرستیدن رسانه ها مدام اونو تحسین می کردن. حتی یه جایزه امی افتخاری هم به خاطر همون برنامه بهش دادن. همونطور که هر خونه یه موزه ای از چیزایی که برای اون خانواده مهمه حالا به خاطر جکی کاخ سفید خونه مردم آمریکا شده بود. حالا برای اولین بار توی همه اون سالا به نظر می رسید که همه چیز داره عالی پیش میره. اما خب فقط دو ماه بعد مردم یه برنامه مهم دیگر رو از تلویزیون تماشا کردند. مهمونی چهل و ششمین سالگرد تولد رئیس جمهور. اون شب سالن پر بود از ستاره و درخشانتر از همه اونا مرلین مون رو. جکی در حالی که داشت مرلین رو در حال خوندن تولد مبارک آقای رئیس جمهور تماشا می کرد هر تردیدی که درباره رابطه اونا داشت دود شد و رفت هوا. برای چند روز آینده این تنها چیزی بود که همه دربارهش حرف می زدن. مردم، رسانه ها، همه. جکی از شدت شرم و ناراحتی دلش می خواست آب بشه بره تو زمین. دلش می خواست بره زیر یه تیکه سنگ قایم بشه و دیگه هیچ وقت بیرون نیاد. پس برای اینکه خودش رو از همه این ماجراها دور کنه، کلا جک و تنها گذاشت و رفت به یه خونه ای توی ایالت ویرجینیا. جک البته متوجه ناراحتی اون بود اما الان یه مشکل بزرگتری داشت. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی یه مدتی بود که توی ساختن بمبای اتم بیشتر با هم مسابقه گذاشته بودن. تا جایی که حتی بچه مدرسه یا مجبور بودن مدام مانورای پنهان شدن در صورت حمله اتمی رو تمرین کنن. بعضی از مردم حتی شروع کرده بودند به ساختن پناهگاه برای خونه هاشون. اوزا واقعا ترسناک شده بود. اما تو روز 16 اکتبر اوزا حتی ترسناکترم شد. اون روز جک خبردار شد که شوروی یه سری بمب اتم تو ساحل کوبا گذاشته. حالا دیگه اونا انقدر نزدیک شده بودند که میتونستن واشنگتن رو هم به سادگی بزنن. جک به جکی تلفن زد و بهش گفت که سری برگرده خونه. اون که از صدای جک متوجه شده بود که یه خبریه ساکش رو بست و به محض اینکه به کاخ سفید رسید جک بهش گفت که بچه ها رو برداره و از شهر خارج بشه. در واقع خانواده همه سیاست مدارا و پولدارا داشتن به سرعت از واشنگتن فرار میکردن. اما جکی باور داشت که به عنوان بانوی اول باید همونجا بمونه. در ضمن اصلا قصد نداشت جک رو توی یه همچین شرایط وحشتناکی تنها بذاره. جک نیروی دریایی آمریکا رو به سمت کوبا فرستاد با دستور حمله در صورتی که اونا بمبا رو از ساحل بر ندارن. مردم با وحشت باور نکردنی در حال ترک شهرهای بزرگ بودن. تمام سوپرمارکت‌ها خالی شده بود. همه نفساشون رو توی سینه حبس کرده بودن. هر لحظه ممکن بود دنیای اونا برای همیشه به آخر برسه. بالاخره بعد از 13 روز جهنمی همه چیز به خیر گذشت. حالا دیگه همه چی خوب بود. بحرانای سیاسی مثل یه ابر تیره و تاریک گذشته بودن و بالاخره به نظر می رسید که بعد از ده سال جک فهمیده بود که چقدر خوشبخته که یه همچین همسر قوی و خوبی داره. اما خب، طبق معمول هیچ وقت همه چی همینطوری خوب نمیمونه. نه؟ چند ماه بعد اونا صاحب یه پسر کوچولوی دیگه شدن. اما متاسفانه بچه فقط دو روز بعد از تولد از دنیا رفت. اوضاع روحی جکی خیلی بد بود. اون خودش رو توی خونه حبس کرده بود و روزای واقعا بدی رو میگذروند. به همین دلیل خواهرش برای اینکه کمکش کنه تا حالش بهتر بشه ازش دعوت کرد تا با اون و دوست پسرش اوناسیس برای چند هفته به یونان بره. اوناسیس که همه آریس داشت می در اون زمان پولدارترین مرد دنیا بود. یه مرد خودساخته و بیره. کسی که مهمترین شعارش همیشه این بود که تنها قانون دنیا اینه که هیچ قانونی وجود نداره. اون با عربستان سعودی معامله می کرد توی اقیانوسا نهنگ سفید شکار میکرد و که دستی هم در جنایت های سازمان یافته داشت و البته علاقه خیلی زیادی هم به خانوما داشت. برای جکی خارج شدن از واشنگتن جایی که مشکلات اون هنوزم خبر اول روزنامه ها بود واقعا ایده خوبی بود. قایق تفریحی آری بی نهایت لوکس بود. تمام دستگیره ها و شیرای دستشویی روکش طلا داشت. همه مبلمان از چرم نهنگ سفید بود. اون قایق برای خودش یه استخر و یه سالن رقص و یه سینما داشت. این بهترین راهی بود که جکی بتونه از شر توجه بیپایان رسانه ها خلاص بشه. اون میتونست با این قایق تفریحی برای هفته ها توی اقیانوس گم بشه. اما جک بهش التماس کرد که نره. اوناسیس آدم بدنامی بود. در واقع تو چشم جک این طرف واقعا یه دزد دریایی بود. اما جکی کوتاه نیامد. تا الان جک هر کاری که دلش خواسته کرده. حالا نوبت جکیه. از همون اول هوای دریا و مناظر زیبا حال جکی رو خیلی بهتر کرد. البته آریم میزبان فوق‌العاده‌ای بود. اون بهترین کابین رو به جکی داد و خودش شخصا مراقبت میکرد که همیشه کلی شامپاین و یخ اون اطراف باشه چون میدونست که این نوشیدنی محبوب جکیه آری به جکی گفت که این قایق هر جایی که اون بخواد میره در واقع آری انگاری که هیچ کار دیگه برای انجام دادن نداره روز و شبش رو صرف مراقبت از جکی میکرد. رفتاری که کم کم خواهر جکی رو از حسادت به مرز جنون کشوند. اما خب واقعیت اینه که این سفر همون چیزی بود که جکی بهش احتیاج داشت. اون اسکی روی آب میکرد، هموم آفتاب میگرفت، خاویا رو شامپاین میخورد و شبا خودشو در زیبایی بیهمتای موسیقی رها میکرد و میرقصید. در واقع اون انقدر خوش گذروند که دوباره توجه رسانه ها بهش جمع شد. یه مجله نوشت که این جور رفتارا واقعا مناسب یک خانم در حال سوگواریه. جک مدام پشت تلفن بهش التماس میکرد که برگرده. وقتی که توی ماه اکتبر بالاخره به خونه برگشت، برای اولین بار قبول کرد تا در طول کمپین انتخاباتی در تگزاس کنار جک باشه. توی اون روز تاریخی، جکی کت و دامن صورتی مارک شنلش رو پوشید و آرزو کرد که اون روز زودتر تموم شه. اون هیچ وقت واقعا بین جمعیت زیاد بودن و دوست نداشت. با خودش فکر می کرد احتمالا به زودی هیچ چیزی به جز آفتاب سوزان تگزاس و کلی لبخند و سلام احوال پرسی های رسمی از امروز به خاطرش نمی مونه. اما چهره متعجب جک بعد از اولین گلولهی که بهش خورد چیزی بود که هرگز از ذهنش پاک نشد انگاری که داشت سعی میکرد جواب یه سؤال خیلی سختی رو پیدا کنه بعدم که با چشمای باز روی پاهای جکی افتاد چشماش آبی آبی بودن وقتی که جکی ناخداگاه سرشو لمس کرد های سفیدش قرمز شدن و بعد فقط تاریکی مطلق و سختی زمین بیمارستان که روش زانو زده بود و دعا میکرد جکی تمام مراسم تدفین و از روی مراسم تدفین معروف ترین رئیس جمهور ترور شده آمریکا آبراهام لینکلن دقیقا کپی کرد. تو روز مراسم یک کالسکه تابوت جک و آورد جلوی کلیسای سنت متیو. مسئولای کاخ سفید از جکی میخواستند که توی یک کادیلاک پشت سر اون حرکت کنه. اما جکی مصمم بود که پشت تابوت قدم بزنه. اینطوری سران 92 کشور جهان تصمیم گرفتند که پشت سر اون حرکت کنن. هر آنی هر کدوم از اونا ممکن بود دوباره به وسیله یه تروریست دیگه ترور بشه. جمعیت باور نکردنی خیابونا رو پر کرده بود. اونا تقریبا در سکوت مطلق جکی رو که سر تا پا سیاه پوشیده بود و از جلوشون عبور میکرد و تماشا میکردن. جکی میدونست که فقط به این دلیل که جک رئیس جمهور بوده در ذهن تاریخ جاودانه نمیشه. به تاریخ نمیشه اعتماد کرد. تنها چیزی که باقی میمونه افسانه است. پس جکی تصمیم گرفت تا همسرشو تبدیل بکنه به یه استوره. فقط چهار روز بعد از مراسم آسمون کاملا خاکستری بود و بارون بیوقفه میبارید. تیودور اچ وایت روزنامه نگار معروف داشت به دیدن جکی میرفت. جکی خودش شخصا اون رو دعوت کرده بود. صدای اون پشت تلفن ضعیف و گنگ بود. اون گفت که یه چیزی هست که میخواد به مردم آمریکا بگه اما اصلا توضیح بیشتری نداد. وقتی که ساعت هشت و نیم وایت بالاخره از راه رسید جکی شخصا به استقبالش اومد. اون آروم حرکت می کرد انگار که داره توی خواب راه میره. اونا روبروی هم توی اتاق پذیرایی نشستن. جکی سیگار روشن کرد و انگار که اصلا نمیدونه که داره سیگار میکشه همینجوری به یه گوشه خیره مونده بود. دست آخر وایت با احتیاط پرسید میخواستین به مردم چی بگین؟ اما جکی بدون هیچ ترتیب خاصی شروع کرد به گفتن تمام جزئیاتی که از روز ترور به خاطر می آورد. گرمای آفتاب تگزاس، صدای گلوله ها، چهره جک وایت همه رو یادداشت کرد اما میدونست که مجله لایف هیچ کدوم از اینا رو چاپ نمیکنه اما انگار که جکی تازه یادش اومده بود که کجاست خودش رو جمع و جور کرد و به چشمای وایت خیره شد این چیزیه که میخواستم بگم من و جک شبا قبل از خواب موسیقی گوش میدادیم آهنگ مورد علاقه اون کاملوت بود درباره پادشاه آرتور و شوالی های میزه گرد. دوران جسارت و عشق دورانی که توی اون انگلیس برای یه مدت خیلی کوتاهی در هارمونی کامل بود. بخش مورد علاقه جک آخرش بود. جایی که ریچارد برتون میخونه نزار که فراموش بشه که برای یه لحظه درخشان کوتاه جایی وجود داشت به اسم کاملوت. این دقیقا مثل دوران جک تو کاخ سفیده نه؟ درسته که در آینده رئیس جمهورای خوب دیگه ای هم خواهند بود اما دیگه هیچ وقت کاملوت وجود نداره نیمه شب وایت همه نوشته هاشو برداشت و به اتاقی که بهش داده بودن رفت و داستانش تایپ کرد 45 دقیقه بعد متن توی دستای جکی بود اون پشت میز آشپزخونه نشست و با خودکار دست به کار شد اون مدام جمله های رو حذف میکرد کرد کلمه های رو اضافه می کرد. انگار که اصلا توی یه دنیای دیگه ایه. تا دست آخر ساعت دو صبح متن آماده بود. وایت از تلفن آشپزخونه اونو برای مجله لایف دیکته کرد. در واقع این فقط ذکاوت جکی بود که رئیس جمهور کندی رو از فراموشخانه تاریخ نجات داد. جکی که حالا هر کاری که از دستش برمی اومد و انجام داده بود بچه هاشو برداشت و به یه خونه روستایی که متعلق به یه آشنایی بود رفت تا از همه این ماجراها دور باشه. اما خیلی طول نکشید که اونجا شد یه مکان توریستی. هر روز اوتوبوس های توریست ها می اومدن تا خانواده کندی رو از دور ببینن. شبا مردم جمع می شدن تا مثلا باش همدردی کنن. کار قشنگی بود اما واقعا کمکی به جکی نمی کرد. تنها کسی که توی اون دوران واقعا کمکش میکرد رابرت بود. اون تنها کسی بود که واقعا درد اونو میفهمید. اما همین که اوزا میخواست یه کمی عادی بشه دنیای اون دوباره زیر و رو شد. این بار رابرت درست بعد از برنده شدن انتخابات اولیه در کالیفرنیا ترور شد. ترس همه وجود جکی رو گرفته بود. اون دیگه نمیدونست که خودش و بچه هاش هرگز میتونن توی زندگیشون امنیت داشته باشن یا نه. جکی به یه دوستی گفت که اگه اونا دارن کندیا رو میکشن پس بچه های منم توی اون لیستن. من باید از این کشور برم. پس تصمیمی گرفت که خیلی از مردم واقعا درک نکردن و در واقع هرگز اونو به خاطرش نبخشیدن. جکی فقط چهار ماه بعد از ترور رابرت با اوناسیس ازدواج کرد. از زمان مرگ جک بهترین مردای مجرد دنیا به دنبال اون بودن. اما اوناسیس چیزی داشت که هیچ کدوم از اونا نداشتن. یه نیروی امنیتی که به خوبی نیروی امنیتی کاخ سفید بود و البته اسکورپیوس. یه جزیره خصوصی فقط برای خودش. تنها به دور از همه دنیا. همه فکر میکردن که این بدترین ایده دنیاست. آری بیشتر از شست سالش بود. انقدر پیر بود که میتونست جای پدر جکی باشه. پولاش هم که از رای درست و حسابی در نیاورده بود. رسانه ها از شنیدن این خبر دیوونه شده بودن. تیتر روزنامه ها دردناک بود. جکی چطور تونستی؟ یا رئیس جمهور کندی امروز برای بار دوم مرد؟ از اون روز به بعد همه اونو جکی او صدا می کردن. احتمالا به نشانه اعتراض شاید هم انتقام به هر حال برای یه مدتی همه چیز اونطوری که خودش برنامه ریزی کرده بود پیش رفت بچه هاش در امان بودن و خودش زیر ستاره های آسمان اسکورپیوس مهمونی برگزار میکرد اون یونانی حرف زدن یاد گرفت و به نظر میرسید که باور کرده که میتونه برای همیشه دور از همه دنیا توی اون جزیره بمونه اما خب ازدواجشون که خوب نبود. از همه بدتر بچه های آری از جکی متنفر بودن. پسرش اونو پول پرست صدا می کرد و دخترش بهش می گفت بیوه سیاه. آری البته بچه هاشو نادیده می گرفت. تا اینکه پسرش توی یه حادثه سقوط هواپیما کشته شد. اوناسیس تمام کنترل خودش رو از دست داده بود. اون حاضر نبود باور کنه که سقوط هواپیما فقط یه تصادف بوده و البته وقتی که نتونست مزنونی پیدا کنه به خرافات رو آورد. شاید تمام این مدت حق با دخترش بوده. شاید جکی واقعا با خودش مرگ و بدبختی میاره. لابد مرگ پسرش هم تقصیر جکی بوده. اون بلا فاصله وسیعت نامش رو تغییر داد و همه ثروتش رو به دخترش بخشید. بلا فاصله هم وکیلاش فرستاد برای شروع کارهای طلاق. اما قبل از اینکه وکیلاش بتونن کاری بکنن، آری از ناراحتی سکته کرد و فقط چند هفته بعد مرد. جکی، شوهر دومش و البته همه پولاشو از دست داد. اون الان به غیر از یه سری لباس گرون و جواهرات و البته یه مقدار املاک هیچی نداره. اون که چاره دیگه ای نداشت برگشت به نیویورک و هر از چندگاهی با کلی لباس توی مغازه ها ظاهر می تا اونا رو بفروشه. بالاخره یکی از دوستاش پیشنهاد داد که الان دیگه وقتشه که اون برای خودش یه شغلی پیدا کنه. پس اونا با یه دوست مشترک که یه انتشاراتی بزرگ داشت تماس گرفتن. الان هفته دوم سپتامبر 1975 و جکی برای اولین روز کاریش به عنوان ویراستار نیمه وقت در دفتر وایکینگ پرس در نیویورک ظاهر شده. تلفن‌های دفتر مدام زنگ می‌خورن و خبرنگارا می‌خوان باش مصاحبه کنن، طرفدارا توی راهروها و پشت پنجره‌های اتاقش بهش خیره میشن یا اینکه ازش می‌خوان که بهشون امضا بده، اما خب اون همه اینا رو نادیده گرفت. آروم آروم برای همه عادی شد که اونو ببینن که هر روز خودش برای خودش قهوه درست میکنه یا توی صف دستگاه کپی وایساده. به تدریج این بهترین دوران زندگی اون شد. جایی که اون بالاخره میتونست خود خودش باشه. حالا اون دختری که انقدر کتاب خوندن دوست داشت میتونست کمک کنه تا کتابایی منتشر بشن که دیگران عاشقشون باشن. به تدریج این کار نیمه وقت تبدیل شد به تمام وقت و بعد از دو سال اون به یه انتشاراتی بزرگتر رفت. جکی هیچ وقت زندگی نامه خودش رو ننوشت. اما اگر این کار رو میکرد احتمالا مینوشت که این سالا بهترین روزای زندگیش بودن. اون حالا دیگه نه جکی اوه نه خانم کندی. اون فقط جکیه. همون دختری که همیشه بوده. باهوش و توانا و سرسخت و شیک پوش. در واقع دوران حرفه‌ای جکی بیشتر از هر دو تا ازدواجش روی هم طول کشید. اون در چاپ بیشتر از 100 تا کتاب کمک کرد و تا آخرین روز زندگیش به کار کردن روی متن کتابا ادامه داد. با کمک پولایی که خودش درآورده بود، بالاخره خونه رویاییش رو توی ساحل دریا ساخت. اینجا او میتونست آزاد آزاد توی ساحل قدم بزنه یا تا هر جایی که خودش دلش میخواد شنا کنه. بالاخره بعد از همه این سالا آزادی که به عنوان یه دختر کوچولو آرزو داشت به دست آورده بود. جکی برای خودش یه زندگی خوب ساخت بزرگ شدن بچه هاشو تماشا کرد و دست آخر تو سال 94 توی سن 65 سالگی از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین لطفا اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید خدا نگهدار